به نام خداوند بخشنده و مهربان، مهربان خالق خاطره های من. سلام ایران جان، سلام خانم ها، آقایان، خیلی به چلتیه خوش آمدید. میرم به بچگیم، زمان ما هنوز تو مدرسه ها این سیستم حذف نمره و رتبه بندی عالی، خوب، متوسط، باید بیشتر کار شود وجود نداشت. سیستم تو نمره همون 0 تا 20 بود که غیر از 20 هم هر نمره‌ای می‌گرفتیم نشان از کم‌هوشی و کوچک بودن مغز ما داشت. واسه همین بعد از یه مدت دیگه پذیرفتیم آقا نه تنها ما، بلکه تقریبا میشه گفت کل مدرسه کم‌هوش و بی استعداد و به درد نخور می‌باشیم. پس متاسفانه تصمیم می‌گرفتیم که تقلب کنیم. بچه بودیم، عقلمون هم نمی‌رسید و حالش هم نداشتیم یه تکونی به خودمون بدیم، درس بخونیم، بابا آینده اینجوری درست میشه. از رو تنبلی یکی رو شلوارش تقلب می‌نوشت، یکی می‌ذاشت تو یقه‌اش، یکی تو لوله خودکار، یکی تو آستینش، یکی زیر ساعت مچی. منتها چیزی که این وسط کار ما رو سخت‌تر کرده بود وجود یکی از ناظمینمون بود به اسم آقای شکوری. ایشون انگار دوره دیده بود که تقلب بگیره. این دستگاه ایکس ری وای میساد جلوی در، یه بازرسی بدنی میکرد، یه وقتا یه چیزایی از درز لباس ما و تو یقه و کفشمون در میآورد که خودمونم یادمون نبود اینو داریم. هشن یادمه یه روز امتحان داشتیم، منم هیچی بلد نبودم، اومدم با استرس و اینا مدرسه، دیدم رامین خوشحال داره راه میره اینجوری مستقیما میره سر چیز به سمت سالن امتحان. گفتم رامی چیزی خوندی تو؟ گفت غم نباشه، فکر همه چیزی کردم. گفتم این باز تقلب قایم کرده، الان میره جلو آقای شکوری، آقای شکوری هم میگیرتش. سری دنبالش دویدم، دیدم با اعتماد به نفس رفت جلو آقای شکوری وایساد و اینجوری کرد سلام بفرمایید. آقای شکوری هم شروع کرد با دقت بازرسی بدنی و اینا، هیچی گیر نیاورد. این دیگه خیلی عجیب بود چون رامین این درس رو هیچ جوره نمیفهمید. سری رفتم سراغش گفتم رامین تعلم نداری واقعا؟ گفت چی یاد دارم. گفتم بچه شکوری پیدا نکرد؟ گفت چون سیستم جدید جاساز عوض شده. و درش رو باز کرد، زبونش رو داد بالا، دیدم زیر زبونش یه کاغذ تا کرده گذاشته. گفت حال کردی؟ گفتم خیلی بابا دمت گرم. بعد واقعا اون لحظه با خودم داشتم میگفتم چطور این به مغز من نرسید؟ اصلا من چی؟ چطور به مغز هیچ کدوم از بچه های مدرسه نرسید؟ به رامین نمیومد از همه باهوشتر باشه. خلاص رفتیم نشستیم سر جلسه، منم میز مثلا کناری رامین نشستیم، هر دو با خیال راحت. رامین گفتش که محمد جا بیا با جنبه باشیم، اول از دانسته های خودمون بنویسیم، بعد هر جا موندیم از تقلب استفاده کنیم. بودم باشه، بریار رو دادن، سکوت شد و یه دور همه سوالا رو خوندیم و بعد یادم رامین اینجوری کرد پیپیست محمد رضا دانسته ای داشتی؟ منم نگاهش کردم گفتم نه چی، هیچی بلد نیستم. گفت ولکن ما همه تلاشمونی کردیم بسید محلی ایس برم. دهن رو باز کرد، کاغذ در آورد و یه اینجوری شد. گفتم چیه؟ گفت محمد رضا چرا یه سری ابر آبی اینجاست؟ کاغذ رو نشون داد، همه جوهرها خیس خورده بود، پخش شده بود رو کاغذ. گفتم چون جوهر خودکار با آب میره. نمیدونستی اینم؟ رامین گفت از کجا بدونم؟ کیم مگه من اینقدر اطلاعات خفن داشته باشم؟ ترش رو زبونم نرفته دیگه. زبونش به من نشون میده. گفتم نه بدبخ شدیم. رفت همونجا بود که فهمیدم چطور این ایده به ذهن هیچ کس نرسیده جز آقای رامین. جفتمون صفر شدیم، تجدید شدیم و برای دور بعد مجبور شدیم دوباره بخونیم. به جای این همه انرژی گذاشتم برای تقلب، اون درس رو بلد باشیم، قشنگ
حقمون باشه نمره‌ای که میگیریم. خلاصه قبول شدیم دیگه، فهمیدی که باید درس بخونی. چیه؟ تو چت شدی یه مرتبه؟ هیچی، رنگت پرید، دست و پاتو گم کردی. من؟ آره تو. برو بابا. علی چیه؟ تقلب نمیشی؟ تقلب؟ آرومتر. آره تقلب نمیشی؟ نه بابا. سلام علی. سلام. فولی؟ فوله فوله. چه عجب. و اما مهمان عزیز امشب چلتیکه، یک مرد هنرمند، یک خوش‌صدای دوست داشتنی، از اون عزیزانی که حتماً به خاطر خواهید آورد با صداشون چه خاطراتی برای ما ساختن. با احترام و افتخار دعوت میکنم از جناب آقای سید جلال الدین محمدیان. هر نوع سادی هر چه رسیدی به جمعی به در پیر خرابات خرابه خوشحال هستیم که در خدمت شما هنرمند گرامی هستیم. به 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 به. سلام علیکم. خوشحال شما. خوشحال شما. استدام کنم. یالا یالا مه درود بر شما. احوالتون چطوره؟ سلامت باشین. خیلی متشکرم. آخه روی ماه شما رو می‌بینیم در چه چیزی؟ شما سعادت شد برای من خدمت شما برسم. با سعادت ما شما افتخار دادین. خیلی بعد از خیلی سال داریم شما رو زیارت می‌کنیم. سلامت باشین. خیلی متشکرم. آقا دوربین و سلام علیک اگر روی شما دارین. من خدمت شما عزیزان جناب علی دوستان همکارتون عرض سلام دارم. ان شاءالله بتونیم خدمتگزار جامعه هنر باشیم. فقط این خدمت دستمون کاری دیگه دستمون نمیاد. انشالله که فرصتی باشه من در خدمتون هستم بیشتر باشه. عزیز داریم. خیلی خوش آمده. اینجا چلتیکه هست. اشک‌ها و لبخندها، خاطره‌ها، گذشته‌ها. حالا گذشته‌ها که زیاده، خاطره‌ها زیاده. الان میریم به محل و زمان تولدتون. کی و کجا به دنیا آمدین جناب محمدی؟ عرض کنم من در کرمانشاه متولد شدم. به به. متولد 1325 هستم. 6 آذر 25. خب به هر حال در یه محله به قول معروف متوسط. آره من اونجا تحصیلات اونجا انجام دادم در فیض آباد کرمانشاه. این محله معروفی ما قدیمیه. بله بعد خدمت مبارک شما تحصیلات هم خودم کرمانشاه بوده. بعد سال 51 و اینها من عازم تهران شدم به خاطر همین مسئله هنری و در خدمت اساتید. خب جناب محمدیان شما اهل کرمانشاه هستید. بله. فرزند چندمین؟ من فرزند دومم. از چند فرزند؟ از 11 تا برادر. ماشاءالله ماشاءالله. خواهر ندارین؟ خواهر الان 5 تاشون هست. 4 تاشون هست.
چهار تا برای 8 تاشون مونده، حالا بقیه رفتن. خدا رحمت حفظ بکنه. فرزند اول دوم بودم، الان شدم اول. اون برادر بزرگم خدا رحمت کنه. خدا رحمت کنه. خب پیشه پدر چه بوده؟ پدر من یکی از نمیگم کارگر، ولی راننده تریلی شرکت نفت بودن. هر ماشین ماک بودن، تریلی اونجا پدر من راننده اون بود. شکل خونتون رو زمان خردسالی یادتون میاد؟ آره 100 درصد. چه شکلی بوده؟ من یه منزلی داشتیم خیلی قدیمی و یک کلاس خاصی داشت با تذهیبات خیلی خاص. آره بعد پدر من چون خودش میخوند بیشتر تذهیب میخوند و فقط روزه ماه محرم میخوند و فقط روزه عاشورا، فقط تو خونه خود ما، هیچ جا بیرون نمیخوند و صداش خیلی زیبا بود و معروف هم بود. بعد او کاری که تذهیبات را میگم اون از اون من یاسینه به سینه یاد گرفتم. هیچ کدوم از اون خوندن های پدر رو بخشش رو به خاطر دارید؟ یه شاه بیتی مثلا ازش در ذهنتون مونده باشه؟ شاید 200 قطعش یادمه. 200 قطعه نه کمتر. ماشاءالله. یه قطعه دوست داشتنیشو برامون میخونی؟ بازار آید مادرم در وقت مردن بر سرم، بندر دو چشمان ترم، ظالم 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 ظالم. هم این جنگ دعواست. این دو تا دسته که میرفتن رو برو هم اینه دعوا میکردن. پدر مرحومتون هم بالا میخوندن؟ بله بالا میخوندن. پس شما ارث رو از ایشون بردی؟ اصلا میکروفون نبود، اما کسی بالا نمیخوند اصلا شنیده نمیشد، ارزشی نداشت. بالا بعد خونتون حیات بزرگ داشت؟ بله من 700 متر خونمون حوض و باغچه و اینا داشت؟ گل و باغچه و قدیمی قدیمی هست، تو فیلم هم حتی نشون میدن. شما طفل هم بودین میخوندین؟ آره من میخوندم. من پدرم اتفاقا بچه‌ای که درسشون خوب بود اینا رو میبرد سرویس، شاگرد نداشت. مثلا شاگرد راننده، مثلا من که کم زبلتر بودم و درسم خوب بود، من بیشتر با این معاشرت داشتم با پدرم. بعد تو ماشین میخوند، ما گوش میدادیم و بعد حتی بعضی موقع دلسوزی میکرد، مسافری سوال میکرد، تا سوال میکرد میگفت جلال شیده را بخون مثلا، منم میخوندم. آره این پس از کودکی پدر کشف کرد شما رو که میتونید بخونید؟ نه نه اصلا من اصلا 5 سالم بود میخوندم. به غیر از پدر آوازخوان دیگری رو در زمان پدرتون به خاطر دارین؟ بله آقای چیز بود، شاهنده بود، مرشد شاهنده بود. چطور صدایی داشتن؟ اون خیلی صدای خوبی داشت. اون میخوند نوجوان اکبر شبه پیغمبر مهلن علی جان. این آهنگ ایشون میخوند، حتی قسمت بالا داره نوجوان من. این مال اون آقای مرشد افکار بود، مرشد عزیز، مرشد شاهندم چیده خیلی زیاده. از اقوام بودن یا دوستان پدر بودن؟ والا دوستان پدرم بودن، همکار، یعنی در از همکار بودن، هم دوستان بودن، هم محله بودن اینا. شما خوندن بزرگترها رو میدیدین ذوق میکردین؟ خوندنه؟ خوندن بزرگترها رو میدیدین ذوق میکردین؟ ذوق میکردم، ولی الان نمیتونم به زبان بیارم که اون ذوق من در اون آن چی بوده، ولی خود به قول معروف به وجد می اومدید دیگه. آره، احساس می‌کردید شما این کارو دوست دارید؟ آره که به هر حال. چه جور کودکی بودین؟ مظلوم بودین، شلوغ بودین، شیطون بودین؟ اسرائیلی بودم. خود جون محله ما چون افرادی بودن که اصلا یه صفت جاهل منشی و آره بعد این شیطونت من و پدرم با ورزش چیز کرد، من تو کار ورزشی پس پر انرژی بودی؟ آره پر انرژی بودم زیاد. خرابکاری هم کردی؟ خونساش کردم. خرابکاری کردی؟ نه خرابکاری نه، نه خرابکاری مثلا خاطره از این؟ خاطره دارم، مثلا خود دارم بچگی دوران جوانی درگیری ها هست، ولی سعی کردم. دعوا بودین یعنی؟ نه دعوا بودم، اله دعوا بودم، ولی نه دعوایی که مثلا ضرری به کسی برسونه، اینجوری مثلا در حد یه مشاجره لفظی مثلا یه درگیری کوچولو مثلا. فکر نمی‌کردم امروز بیای. واسه چی نیام؟ گفتم امروزم بابا جونت میاد دنبالت. حرف دهانتو بفهم. سینا ولش کن. خودم حسابش می‌رسم. Thank you.
به جون خودم من نبودم. اصلا به من چه؟ یه شعر که کاملا به زبان کرمانشاهی باشه و در خاطر شما مانده باشه از اون قدیما. بله. الان به یاد دارید. من یک شعری حالا شاید بگم بازگوش نمیکنم ولی تقریبا من خودم سرودم. ده بار تو را گفتم نه یار مگیر، با هشت منشین و هفت دلدار مگیر، با شش بکرشمه با پنج بجنگ، چهار و سه و دو را ول کن و یک یار بگیر. یعنی یک تا پرستی، هر چی هست یک، زن یک، خدا یک، علی یک، مرام یک، جوان مردی، همش یک باید باشه، واحد. متوجه هستی؟ بله. شما در کودکی به عنوان بازی چه بازی میکردین؟ بازی های قدیمی اون موقع چیزی به خاطر دارین؟ بازی قدیمی هست بوده اون موقع، ما چوب روی چیز میکردیم، چوب میداشتیم میدادیم. الک دولک ما بهش میگیم. شما اسمش چی اونجا چی بهش میگیم؟ الک دولک ما روی مثلا چیز میکردیم، مثلا توپ، چوب توپ بهش میگفتیم، میدادیم. الان چیده تو مثلا کشوری خاری دیگه بیسبال من چیه؟ بله 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 بله. چاره ما اون بازی ما اصلیم، یا توپ مینداختیم یا مثلا بازی میکردیم توپ مینداختیم، حتی قدرت نرمش بدن مینداختیم، راست میخورد، یعنی خیلی فاصله بالا میرفت، من خیلی قولم میکرد دقیقاً میامد میخورد وسط سرمان توپه، یعنی چقدر دقیق مینداختیمش میستانیم یه دفعه توپه میخورد وسط سرمان. او چه کار سختی، خیلی مهارت میخورد. بیا تکون نمیخوردیم، بعد یه جوری مینداختیم بالا، وای میسادیم اون بیاد بخوره تو سر. نه، ما پرت میکردیم با تمام شدت تو تمام قدرت، مثلا حداقل 100 متر میرفت، او راست میستانیم میخورد رو سرمون، بعد هر که میخورد برنده بود تو بازی. و خیلی افراد کمی بازی با سنگ داشتین؟ آره بازی هفت سنگ داشتیم. بازی هفت سنگ داشتین؟ آره. شما هم هفت سنگ میگفتین دیگه؟ آره ما هفت سنگ خیلی قلقل بازی، یه قلقل هم کنه این بازی. بعد ما یه چیزی به نام خرمدیکه، یعنی الان شده چی؟ الان شده این بازی های چیه؟ هندو مؤسسش کبدی؟ آره کبدی. او بازی ما قدیم البته کمربند گیر گرفتن دست بازی میکردیم، میدویدیم، نمیداشتیم کسی بزنه. آره هر که میدن اون تیم خارج میشد، تیم دیگه میمونه. نوبت من نشد؟ حالا مونده تا نوبت تو بشه. راست میگه، تو بری یه خوردنی نوشیدنی از این چیزا با تنهایی بخوری، فکر کنم نوبتت بشه. جوجه خان تو وایسا کنار من جاد بازی میکنم. به بس که دوب مالی مامان مامت پس تو وایسا بیرون. پیشنهاد من بودا، من به سعید گفتم اونم قبول کرد. تو اصلا اینجا نباید باشی. خب منم یار سعید دیگه، چی میشه؟ نه تو بودوی لاغر میشه، حیفه. تو دیگه چی میگی؟ پس درس خون بودید ولی در عین حال هم من درسم خوب بود، خیلی درسم در عین حال ولی بازیگوش و پر انرژی بودید. داره. که پدر شما رو فرستاد ورزش، انرژیتون اونجا تعدیل بشه. اهل بازی‌های محله و دوستان اینا هم بودی؟ دوران کودکی، عنفوان جوانی، به هر حال همه کاری میکردیم. به آوازم علاقمند بودید؟ علاقمند بودم، صبح تا عصر توی باغ‌ها بودیم و میخوندیم و دوستان لذت میبردن و خودمونم لذت میبردیم. تا خودش به قول معروف موجی خودش خوشش نیه چیزی حل نمیشه، باید خودت خوشش. با توجه به آگاهی خودتون، با شناخت خودتون، تفاوت موسیقی های در واقع در مراسم عزا و ختم و اینها و عروسی، آیا آیین خاصی داشت؟ آیا آیین داره؟ نگاه کنید اینا رو قاطیش کردم. ببینید اصلش چیه؟ شما اصلش رو هر غریبه واردی مجموعه بشه اون خواستای خودش پیاده میکنه. اصلش شما بفرمایید. مثلا نگاه، ما کرمانشاهی 29 خوندن داریم، گویش داریم، گویش لکی داریم، گویش کردی کرمانشاهی داریم، گویش کردی سورانی داریم. از ما سورانی اون مال اون طرفه، مثلا همه گویش لکی در خراب که میشه چی؟ مال همین لورا، ولی مال اونا نیست. این قدمتش بیشتر از اون است که او دایه دایه خونده، شاید بگم نشأت از اینه.
چون پرده های مختلف داره. او دا 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 این یک خطه. حالا ما دو نو سه نو همین موسیقی که الان دارم میخونم، در خرابات بهر کاری حتمو حوشی بچم، شکتو شورید حالو وار اربان نیله چم، دست نیا مرقل فدر دین بس طبیب باب حیات، واتمه داد بخت بد روژه نهاد، هر دو دست چسبان دو دست چسبان دارم چون هی تقل باب کوا، تقلا کردم قلیلی بلکه در وازه. حالا موسیقی کرمانشاه یک اخلیلون این حماسیست، حماس است. اخلیلون داخلیل اخلیلون داخلیل اری لیل ها تبابون وزوان کردیگان کور پملاوان، وزوان لکیگان کور پشملاوان. نگاه لهجه ها رو گویشه رو نگاه کن، این نگاه ای مثلا موسیقی کرمانشاه تفکیک شده، ولی موسیقی چیز سنندج و کردستان با موسیقی ما فرق میکنه. مثلا موسیقی مثلا آقای خالقی، مثلا خالقی که یک خواننده مخملی صدا بهش میگن، مثلا خوانده جار جارو جارو جار دمه وارد بلنگینه لنگان که وارد به می چقدر لطیفه. خیلی قشنگ شما همه رو، من ببخشید من مطالعه دارم. بله قشنگ من مطالعه در جا اجرا میکنم موسیقی محلی. الان نگاه ما بیایم مثلا آنالیز کنیم، مثلا یارو میخونه کرد بیات، اگر تو فارقی از حال دوستان یارا، خب این کرد بیاته، این کلمه کرد بیات، این موسیقی کرده، ولی خب آمدن اشعارش عوض کردن، شعرش عوض کردن، خیلی هم قشنگ شده. این اصلا هیچ چیزی برش نیست، دخالت منفی برش نیست. مثلا میخونه اما نما 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 آی 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 بخشو میخونه فاید، ببین گویش عوض میشه، آی 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 دل آی دل آخ زاد و بیداد عزیز من آی وای داد. ببین هر روش ستاش یکیه ولی با گویش عوض میشه، فارسی میشه فارسی، کردی میشه کردی. و چیزا بخشو هم که زبان اون طرف چیز دیگه خوزستان و ایناست میشه. پس ما موسیقی ما جدا از هم نیست، یه تبادل فرهنگی شده، با گویش ها اینا آمیخته هستن. متوجه هستی؟ آقا خیلی عالی، خیلی جذاب، لذت بردیم. به نظرم الان یک خاطره ای رو با هم دیگه تصویری مرور کنیم. در خدمتتون هستم. Lord, faith.
عشق نکی و گوش محرم نمبو هرگز و اسرار محرم نمبو هرگز و اسرار نخر بله به 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 یادش بخیر. آقا این عینکه چقدر جذاب بود. اون عینک 10000 تومان قیمتش الان 100 میلیون تومان قیمت اینه. درد نمیخوره این بهتر اون بهتر از این. روی چهرهتون تاثیر گذاشته بود. بله. شیک بود. بله. و خودتون هم که انصافا خوشتیپ بودین. هنوزم هزار ماشاءالله. خب سال 66 تقریبا. سال 66 بله. 33 سال پیش. آقای محمدی بفرمایید موسیقی ناب قراره با انسان چه کار بکنه؟ موسیقی ناب به نظر من یه تزکیه نفسه. موسیقی باید یک آرامش روحی بده، تخلیه کنه انسان از اون گندیات. گندیاتی که ما توش دیگران درون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوقاست. موسیقی او خاموشی رو داره چی میکنه؟ استعداد میده که حرکت بشه. دستگاه های موسیقی ایرانی چطور؟ چقدر مؤثرن؟ گوشه موسیقی ایرانی، گوشه آواز اگر اجرا بشه و بعضی اجرا کردن واقعا خب خیلی راه گوشه بوده. ما الان تمام آنالیز کنیم تمام موسیقی دنیا رو دو گام داره، موسیقی مینور و ماژور. درسته؟ ماژور همیشه ماهور، مینور میشه هم اصفهان مثلا. پس هیچ برتری از موسیقی ما ندارن. ولی ما موسیقی میبینیم همین توی پرده اصفهان 10 تا گوشه هست، تو پرده راست پنجگاه همین ماژور ماهور 50 تا گوشه هست. هر کدام یک خاصیت خودش داره، هر کدام یک گویش خاص خودش داره، هر کدام احساسی بله؟ متفاوتی رو منتقل بله. میکنن بله. مثلا ما مثلا تو یعنی بعضیاشون مناسب بعضی اشعار نیستن. آره مثلا بعضی ولی بعضی بله. تناسب با هم چی نسبت چی دارن عجیبه. مثلا ما میخونیم مثلا تو شوشتری مثلا بله موسیقی شوشتری اسطوره تقریبا از ارتباط با موسیقی اصفهانی است. همایون اینا همشون همگنن. یا موسیقی چهارگاه قسمت مخالفش یا سگان یا هم تقریبا پرده همایون میشه. یا بعد از پرده عراق ما میگن خب درای دای 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 اصفهان میشه. شوشتری میشه. دام 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 ماهور پس پنجگاه. ببین این هر کدام یک جایگاهی برای خودشون دارن. این جایگاه با شعر بیانگر شعر شعر بیانش میکنه. آقای محمدی موافقید الان یک کار جالب کنیم؟ تقاضا میکنم. مثلا این بیت بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش دیگه گوهرن. همین رو مثلا اگر بخوایم مثلا فرض کنید الان شما میخواید تصمیم بگیرید که اینو توی دستگاه ایرانی یا آوازهای ایرانی من چون این کاری کردم آنه آماده خوندنش به نظرتون در کدوم دستگاه یا آواز یا کدوم گوشه فرق میکنه شما اینه توی هر کدوم پیاده میکنی مثلا فرض کنی من الان چند نمونه رو تو شور من خودم تو شور مثلا بخونی بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن چو عضوی به دردا ورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند داده. خب پس میشه رو شعر کار کرد و اون اشعار به صورت یک چیز مثبتی ارائه داد. حالا دیگه تو چه دستگاه یا آواز دیگه میتونه قشنگ بشه؟ همین تو این همین آهنگ همیشه همین شعر بله میشه مثلا بنی آدم از های یک دیگرم که در آفرینش دیگه گوهرم چازمی به درد آورد روزگار دیگر از ها را نمانند قرار نشان. خب این نگاه همین الان حالا مثلا این اگه بره تو افشاری خوب نمیشه معناشو بنی آدم از های یک دیگرم که در آفرینش دیگه گوهرم چازمی به درد آورد روزگار دیگر از ها را نمانند قرار. این دیگه الان من تو پرده افشار با پرده سگا و پرده
سلمک همو تو شوره همگینن. مثلا ما همین سیگار رو میخوایم این سلمک بکنیم سیگار. شد سیگار. این مرکب خانی میگه. متوجه هستی؟ اون که در ماه رمضان خونده میشه دقیقش چیه؟ این دهان بستی اون مثنویه بیارم بشنبه نه دستگاهشو میگم دستگاه افشاری افشاریه بله این دیگه نوا میشه ولی افشاری هم میشه آها آره موسیقی ایرانی این برتری در موسیقی دیگه داره و شعر هم خیلی اینجا چیز داره دخالت داره اشراف داره به این موسیقی اگر ما اینها را همزمان و خوب همگه نشان کنیم با هم ارتباطشون بدیم با علم ما باید از گذشته های خودمان درس بگیریم مثلا کاری که آقای عارف قزوینی مرحوم عارف قزوینی که خونده بین خیلی مثلا خونده به یاد همین توی پرده سلمکی به یاد دادیم همین که روزگاری یه لحظه اجازه بدید رفقا یه دست جانانه بزنیم آقا سید ناز نفسه اینقدر راحت و مسلطی انگار همونجور که با ما گفتگو میکنی به راحتی و بلافاصله دو هر دستگاهی آوازی مثالها رو میخواید بزنید به زیبایی و بعد خیلی دلنشین برگزارش میکنی و اون جنس صدای شما من یه گوشایی از جمعیتی دوستان شما بکنم که این فوسه میخونم چون بخوای همیشه بالا بخونی اصلا نمیشه اصلا لذت ما داریم میبریم از همین زیبا خونی به فوسه خونی یعنی یواش حضور بیانه از همین شمایل از همین نحوه گفتگو و برخورد شما اصلا هم دارید اطلاعات به ما میدید هم ما لذت میبریم فیض میبریم این که میگیم فوسه خانی یعنی کم فشار خواندن یعنی اون حالا فورته میشه برعکسش اون پرفشار پر نیرو خوندن که آقای محمدیان میفرمند توسه میخونم یعنی این که من دارم حین گفتگو کم فشار و در واقع شمایی از اون آواز اصلی رو اجرا میکنم که همینم هم میبینیم چقدر شنیدنی و دلنشین و دوست داشتنی یه نکته دیگه هم که برای من جالبه خیلی هم میگن که فلانی مثلا صدا سازی میکنه صدای خودش موقع حرف زدن اینطوریه ولی چرا میخونه عوضش میکنه الان یک نمونه بارزش اینه شما صدای حرف زدنتون فرق میکنه با فرق میکنه وقتی میخونید آدم شگفت زده میشه یعنی معلومه که چقدر روی این ساختن صدا کار کردید و این یک مهارت صدا سازی تقلب نیست مهارته درود بر شما به نظرم یه کار دیگه ببینیم بله حتما یه کار دیگه ببینیم بعد حتما حتما Thank you.
سید مرحبا. مرحبا. چقدر این کارا دوست داشتنیه. من با این خانم کارگردانتون خواهد تبریک بگم. این آهنگ من خودم ندارم. ما داریم. آره این من خانم آتمی پیدا می‌کنن. خاطر همین آهنگی که پخش کرد خیلی چیزا برای من عیان میشه، برای دوستانی که پشت پرده هستن. حس خوبی داره. یک جایزه خوب برای ایشون یا برای شما لطفاً بدید. خدمت گزارم. من این تصویر نداشتم و هیچ وقت هم نشنیدمش. اجرای زنده هم بوده آقای محمدیان. مرور این خاطرات حس خوبی برای شما داره؟ بله. امشب شب شماست. بله بله. بله. حال شما خوب باشه، خوشنود باشه. متشکرم. اجرای زنده. نه واقعا جدی میگم، به خدا هیچ مداهنه نمی کنم. تمیز. واقعا این کاری که پخش کرد اصلا مرید اینجا شدم من. انشالله بتونیم خیلی کار کنیم. سالی دیگه، پنج ماه دیگه، یه سال دیگه ما عمرمون بیشتر که نمونده. پنج سال دیگه بیشتر که نیست که. انشالله 120 سال عمر کنیم. کلا یه چیزی هست خیلی جالب و جذابه که یه دفعه رو بشه. آره. موسیقی غیر ایرانی هم دوست دارید؟ مثلا بله. اطراف کشورهای همسایه. عرض کنم با تمامی موسیقی که مثلا خب موسیقی تاجیک هست، موسیقی هندی هست. خب موسیقی هندی خودش چیز دیگه، داستان دیگه داره. اونم جذابه ها. بله. یا موسیقی ترکی، همین ترکیه. اکثرش بله بله. موسیقی کردیه. شعرش رو عوض میکنن. به هر حال موسیقی ها به هم بله ارتباط داره، ارتباط داره. تبادل به هم هنری، ایده میدن، تبادل فرهنگی، از همدیگه الهام میگیرن. بله صد در صد. و چون فرهنگ ها رو با هم بیشتر آشنا میکنن. آره ما یه جا خارج از کشور زیاد رفتم، من 60 هفته تو کشور رفتم، هلند برنامه داشتیم، من چهچه زدم مثلا. یه جایی بود آوازی هست که آقای سید محمد موسوی زده، بی تو یاره بی بی باستان گل مرو یاد. بعد یک خانمی اونجا بود، شخصی اونجا بود، نمیخنده. بعد دوست ما که دیل ماجی ما بود، آقای محمدی و هلند آقای خارقانی بود اون موقع، گفت این آقاش دلش درد میکنه، شکمش درد میکنه، مشکل درونی داره، مشکل گوارشی داره، ها 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 اینجوری میکنه. برایش نامعنوس بود این صدا، ولی خوشش میامد. حالا ما میاییم مثلا اون چیزایی که مال ما نیست، اصلا من چی عراجیف میکنن. از آوازهای هندی چیزی به خاطرتون مونده؟ موسیقی یا موسیقی آواز... پاکستان، موسیقی تاجیک، موسیقی آذری؟ موسیقی پاکستان اون آمده بود که فیر مرده بود میخوند، مال حضرت علی هم میخوند. آها قوالی میخوند؟ قوالی، اسمش کیه؟ قوالی میخوند، فاتح علی خان. فاتح علی خان. فاتح علی خان، چه قشنگ بود. بعد الاله اینجور میخوند. خب این نگاه یه چیز ساختگی است. نمیدونم بگم موسیقیش خوبه یا بده، ولی من ولی دلنشین. آقا دلنشین هست، اندازه شعر و آدابشون خشنگ. ولی من چی دیگه رو نه مثلا اندازه علمی خاطر دارین میگفتش که در 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 دم دم در 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 دم دم. اینو خاطر دارین؟ آره و علی علی مولا علی مولا علی دم دم. ببین این نگاه یه چیزه به قول معروف موسیقی لفاظی بهش میگن. آقا یه بخش دیگه ببینیم ان شاء الله اینم دوست داشته باشید. خواهش مونم آقای محمدیان، بد نیست که برای هموطنانمون که الان در کرمانشاه و در کردستان هستن یک پیام تبریک هم به زبان کردی بگید برای من. چشم افتاد. من با لهجه کردی کرمانشاهی، چون من کرمانشاهی بله هستم. بله. و لهجه ما یک گویش کردی است کاملا خالصانه کردی نیست. بله. و تمام همشهری عزیزم، مخصوصا مردم کردستان و مخصوصا مردم کرمانشاه، تبریک و تهنیت ایشم که ایام مبارکی که بوری روزه برای ساختارهای هنری و پیامدهای خاصه که به اصطلاح بتونیم من که و زبان اصیل کردی، موسیقی کردی خوب پخش بکنیم ان شاء الله. با
خوشحال هستیم که در خدمت شما هنرمند گرامی هستیم و اگر اجازه بدید ما این سرود رو پخش بکنیم و ما بینندگان از ما هم این سرود رو بشنون و ما هم قدمی بزنیم. باید داشتین اینم جالب اصلا نه من نمیدونم کی فیلم گرفته کی کجا گرفته بله اینا رو قرار نیست شما داشته باشین که قرار چل تیکه داشته باشه بعد تقدیم شما در آینده قرار داشته باشین ان شاء الله چرا که نه آقا آقا شجاعانه ترین کاری که تو زندگی خودتون دیدین چی بوده؟ کار خودم میتونه از خودتون باشه میتونه از کسی که دیدید باشه. خب ما این جبهه ها ما رو میبردن و من چیز نبودم، همین به خاطر همین آهنگ مردان خدا، چون شایع شده بود که خیلی هم احترام میکردن نسبت به وطن، اون باز هوای وطن. آره ما رفته بودیم خرمشهر، 6000 نفر جمعیت برای کنسرت آمده بودم. همین چیزم که شما الان میبینید فکر میکنم تو اون مجموعه بود، تو مجموعه خرمشهر آبادان. بعد بمباران هوایی شد، برای ما یه سن درست کردم مثل اینجا، یه سن درست کردم. بعد بمباران شد، این 6000 نفر تو 10 ثانیه یه دونشون نموند، همه رفتن مخفی شدن تو چیز. ما ماندیم همون روز سنه، یعنی تو افکار خودم گفتم خب من. بعد دوستانی هم که با ما بودن همراه بودن رفتن زیر اون سن، چوبی بود دیگه. بعد از اینکه بمباران تمام شد اینا آمدن، بازم اسمه کسی از اونجا شخصیتی بود، الان هم شخصیت خاصی داره، خیلی آدم خوبی هم هست، آمد گفت که هی دست زدن تشکر. آقا چرا نرفتی اون زیر؟ گفتم مگه مرگ انسان تعیین شده در کجا؟ در فلان جا؟ نه، خدا باید تعیین میکنه که من کجا میمیرم، با چی با آتش میمیرم، با آب میمیرم، با گلوله میمیرم. آره اون به نظر خود من شجاعانه ترین کاری که کردم اون کار شجاعانه بود. شجاعانه و مؤمنانه. بله. فداکار زندگیتون چه کسی بوده؟ فداکار زندگی من، کسی که فداکاری برای زندگی من کرده، مادرم. خدا رحمت کنه مادرش. خدا بیامرزش. ارتباطتون با مادرتون چجوری؟ خیلی شدید، تنگاتنگ، یعنی یک حرمت اصلا بی بدیلی ما داشتیم نسبت به هم، حتی نسبت به برادری دیگه، خواهرای دیگه، همشون. مادر با شما صمیمی بودن؟ صمیمی بودن. قصه‌گوی کودکی شما چه کسی بوده؟ قصه‌گو ما قصه نداشتیم، ولی اگه متل به نام متل می اومدن، مادرم مخصوصا. آه بازم مادر. آقا جز متل بازا نبود. من فقط مادرم. مادرم شخصی بودن به نام دلو. دلو یعنی افرادی که میان در مجامع شعر میگن، همونطوری خودجوش و قریحه‌ای که دارن. مثلا شما نشستین، من میگم پیرن خط خطی به تن کرده است، نمیدانم آیا این مرد آری از فلان است یا مست، مثلا اینطوری یه چیزی فل بده هم میگو. چه خوب، بله، بدیهگویی بده شده. اگر بگن از درگذشتگان، عزیزان شما که درگذشتند، فوت شدند،
یک دقیقه میتونیم یه نفر رو بیاریم ببینید، برای کدومشون از همه دلتنگ ترید؟ بازم مادرم. مادر چند سال میشه؟ مادر من 75 سال فوت کرد. 75 ساله بود فوت کرد. الان حدودا یک 20 سالی هست. در این بی بی سکینه سفارش کرده بود تو بی بی سکینه خاکم کنم. همین بغل مالیک و اون طرف مالیک. نور به آرامگاهشون بباره. انشالله که روشون شاد بشه. اونجا منو دعوت کردن اونجا خاکم کنم. رابطه با پدر چطور بود؟ پدر خوب بود. رابطهش خوب بود. ولی پدر من رابطهش رابطه آموزشی بود تقریبا. حساب می‌بردین ازش؟ آه شدید. جذبه داشتن؟ شدید. جذبه داشتن. بعد خودش هم چون آدم ورزشکاری بود، پهلوان بود. اون با این پهلوانا قاطی بود. پدر این محبیا هست. دوستان عزیز ما جناب آقای همای محبی و حسین و حسن. پدر اینها با پدر من همکار بود. اینا زورخونه می‌رفتن با هم. با عموشون اینا یک شخصیت خاصی داشتن جمعی. یعنی کسی جرأت نمی‌کرد تا مثلا یه حرفی بزنه اونجا. همیشه اون صلابت و اون نفوذ فکری و ذهنی و همون رو ما بود. آره ما مثلا اینطوری خود ما رو کنترل می‌کردیم. یعنی اونا ما رو کنترل می‌کنن راه دور. خیلی عالی، خیلی عالی. حذف کردیم. به نظرم آقا بریم دوباره یک خاطره دیگر رو مرور بکنیم. حتما در خدمتی. بفرمایید. به 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 یکی از خاطر انگیزترین آثاری است که شما با صدای زیباتون خوندین و در یاد همه مونده. هنوز هم به محض اینکه یک نفر زمزمه کنه بقیه دوست دارن باهاش همراهی کنن و هم‌آوایی کنن و بخونن. حنجرتون درد نکنه، دم و بازدمتون همیشه گرم با این کارهای زیبایی که حالا باز یک اثر دیگر رو هم بعداً کمی که از گفتگومون بگذره خواهیم شنید، اون هم خیلی خاطره انگیزه. بسیار ممنونیم که این خاطرات دوست داشتنی رو برای گوشهای ما ساختید. انشالله که همیشه معید باشه. سوالی دارم بفرمایید که نظرتون درباره مرگ چیه؟ مرگ یه چیزیه که ما اصلا نمیتونیم تصمیم بگیریم در آمدنش یا در رفتنش یا در حضورش یا در بروزش. بعد اصلا شایع هست. البته خیلی چیزا پنهان و غیبه. یکی روزیه، یکی قسمته، یکی دیداره، یکی موته. دیدار و روزی و قسمت و موت، یا دیدار و قسمت و روزی و موت. حالا ما چهار تاش انتخاب کردیم. هیچ وقت کسی نمیدانه کی ظهور میکنه، کی میاد سراغت. اصلیش هم مرگه. نه خبر میکنه، نه خبرسازی میکنه، نه به قول معروف هیاهو میکنه. میاد گریبان تو میگیره، حالا در هر در سلامت کامل باشی یا در چی، در بیماری و در نقاهت، این براش فرق نمیکنه. حق مطلقه. مطلق. آره. اونم والا خودش تعیین میکنه که من که به چه وسیله، آب، آتش، هر چی هست، یه وسیله واسه مرگ من میشه. در راحتی کامل، در بستر، حتی یه قضا میخوری یا روی چیزی میپره گلوش، چیزی کارش تمام میکنه. یا فرض میکنی کلش میخوره به یه جایی، به هر حالتی که تصادفی که میشه، کسی نمیدونه. خاطره از زمان جنگ دارید؟ موقع که همه مرگ رو در مواقع خیلی نزدیک احساس میکردیم. از زمان جنگ من خاطرات زیادی دارم، ولی چون این زمان جنگ این مردان خدا پخش میشد و تعریف میشد برای مردم، اینها اشعار اینا خیلی اثرگذار بود، مخصوصا این کلمه مردان خدا. ولی که تو جبهه می رفتیم، شما رفتیم تا خط مقدم هم رفتیم. خط مقدم ده بار ما رو بودن. کن نمونهش هم گفتم که توی خرمشهر اول بمباران شد، همین آهنگ خوندم. بعد اینه که او خاطرات، او جبهه، اون رزمنده‌ای عزیز ما، اونه که حالا بحلش همشون شهید شدن. و تمامی احوال تا این کلمه مردان خدا رو می خوندی، همون تو وسط آهنگه شعار می دادن، مثلا رو به جبهه.
میگفتن. آخه واقعا هم کار یکی همچین خاصیتی داره، یه مقدار آدم رو عمیق میکنه. بله درسته. و هرچی آدم بیشتر دقت میکنه احساس میکنه از یک قافله ای از مردان خدا داره جا میمونه. بله درسته. به حالا دست شما درد نکنه، کار اثرگذار و زیبایی است. عرض کنم که آیا شده جایی به خاطر کسی از خودتون بگذرید؟ دقیقاً. مثلا یه مجامی بوده یا گروهی بوده، خوانندگی من بودم، کسی دیگه، احساس کردم که اگر من بخونم اون آدم کدر میشه، اذیت میشه. حالا به هر حال هر کسی یک عقایدی داره، هر کسی یک برداشتی داره از حضور دیگران. نخوندم. یعنی شما انصراف دادین؟ نه انصراف ندادم. مثلا خودم گفتم من نمیتونم بخونم. وانمود کردین که نمیتونم که اون شخص بخونه. که اون بخونه. حتی بهشم نگفتم تو بخون، که خودش حس بکنه من نمیتونم بخونم. و این به نظر من شایسته بود، حالا نمیتونم کار خوبی کردم یا بد. آره بعد که کارش تمام شده، بعد دوستان هم انتقاد کردن، گفتن آقا شما که الان مثل بلبل میخونی. دیگه توضیح ندادم که آقا او بخونه فلان. خب آقا، جناب آقای جلال الدین محمدیان خوش صدا، از کوله بار تجربتون یک جمله به ما هدیه بدید، طلایی باشه لطفا. از برام گفته طلایی که مال شعراست، مال من نیست، من فقط باشه میتونه نقل قول باشه. قول معروف. من اینو دوست دارم اینو بگم، هر کسی در پیش خود چیزی نشد، هر آهن خنجر تیزی نشد، هر حلوایی نشد استاد کار، تا که شاگرد شکرریزی نشد. طلایی بود آقا، طلایی بود، خیلی قشنگ، خیلی جذاب و آموزنده. خب فرض بفرمایید یک کتاب قطوری در دست منه، در این کتاب کل زندگی جناب آقای سید جلال الدین محمدیان نوشته شده، زندگی نامه شماست از ابتدا تا انتها. بازم دعا میکنم عمرتون بلند باشه. منتها این کتاب اسم نداره هنوز، صاحبش باید اسمش بذاره. اسم کتاب زندگیتون رو چی میذارید؟ گنج پنهان. عجب اسم قشنگی. بله. اسم زیبایی که انتخاب کردید، گنج پنهان، برای زندگی نامتون، کتاب زندگیتون. حالا در این برنامه که باعث افتخار ما بود، پس از مدت‌ها با شما گفتگو کردیم و حرفای دل شما رو شنیدیم، صدای شما رو شنیدیم، ولی ایشالا که گنج آشکاری باشه از این بود. به نظرم رو به انتهای گفتگو هستیم، یک کار دیگه از شما رو ببینیم و بشنویم. در خدمتیم. باز هوای وطنم، وطنم آرزو از تکیه بکن آن زدنم، زدنم آرزوست جد حسین و حسنم، حسنم آرزوست. باز هوای وطنم، وطنم آرزوست تکیه بکن آن زدنم، زدنم آرزوست. نکهت گل را چه کنم، چه کنم ای سبا، نکهت گل را چه کنم، چه کنم ای سبا. بویی از آن پیراهنم آرزوست، توبه ز می کردم و آمد بهار، ساقی توبه شکنم، شکنم آرزوست. باز هوای وطنم، وطنم آرزوست تکیه بکن آن زدنم، زدنم آرزوست. سبا ای سبا، برگ گلی ز
شکنن شکنن آرزو از باز هوای وطنم وطنم آرزو از تکیه بکن آن زدنم زدنم آرزو از نمیتونم دست نزنم نزنم آقاجون. اینا همه خاطره شده، خاطرات دلچسبی است، حتی گاهی هنوز زمزمه میکنیم. از خود شما میخوام بپرسم که چه چیزی رو از قدیم زمزمه میکردید که هنوزم گاهی زمزمش میکنیم؟ فرض کنم من مادرم یک ذائقه خاص هنری داشت، با اینکه سواد نداشت مادرم، حتی یک کلاس هم سواد نداشت. شعری گفته، شعری بسیار عمیق ولی کردی. شعر خودشون گفتن؟ خودشون، آره. یادتون مونده؟ آره آره. مثلا در خرابات بحر کاری حتم و هوشی بچم، آمدم و هوش یعنی حیاتی برم، جایی برم. شکت و شوریده حال و بار اربان لچم. بار باره لچ میگه لبش بار گرفته. دست نیام ار قلف در، دست زدم بر قلف در، دیم بسته بی باب حیات، دیدم بسته شده باب حیات، باب همون در. دره دره. واتم ای، گفتم ای داد، واتم ای داد، بخت بد، روز نهاد، روز بد. هر دو دست چسبان موچو، هر دو دست را چسباندم به چوب، هی تقل بابم کوه، هی در زدم، تق تق کردم. تقلا کردم قلیلی، خیلی تلاش کردم، قلیل یعنی زیاد. اینجا معنی زیاد میده برعکس. تقلا، والا اینجا تو چی رجوع معنی میده؟ قلیل یعنی کم. تقلا کردم قلیلی، بلکه دروازه بوا، دروازه باز میشه. اینجا یک نفر اون به حال یکم تقلا کردم بلکه در باز. پیر خراباتیه فارسه. میگه حت و گوشم یک صدایی پر ز تأثیر و اثر، اینا معنیش معلومه. بله بله. گفت دروازه شکستی، کیستی در پشت در؟ اینا معلومه. واتم ای دلبر، گفتم ای دلبر، عزیزم، نازنینم، خوش دلم، من قریب شهرتم، آواره و بی منزلم، رحم کن جانا، قریبان کی دلی دیرن فراق، دل برا دروازه وا کن تا بشینم در وثاق یا در اتاق. اینه که مادر من از این اشعار خودش میگفت. مثلا هیچ شما اینو هنوز زمزمه میکنید گاهی؟ آره آره. آهنگش چجوری بوده؟ در خرابات بحر کاری حتمو حوشی بچم، شکت و شورید حال و بار اربان لچم، دست نیای مرغال فدر، دیم بس طبی باب حیات، واتمه داد بخت بد، ای بخت بد، روژ نهاد، هر دو دست چسبان موچو، هی تقل بابم کوا، تقلا کردم قلیلی، بلکه دروازه بوا. هات و گوشم یک صدای پر ز تأثیر و اثر، گفت دروازه شکستی، کیستی در پشت در؟ واتم ای دلبر، عزیزم، نازنینم، خوش دلم، من غریب شهرتم، آواره و بی منزلم، رحم کن جانا، غریبان کی دلی دیرن فراق، دل برا دروازه وا کن تا بشینم در اتاق. چمیام هر روزن در من جبهر سیر او، تا نظر کردم و لیلی بیم و قیس دیر او. واتم ای دل بر مزانم قمزه و نازمکه، پس بروی عاشقانت یا پس بروی دلبرانت، در چطور وازمکه، پس بروی عاشقانت در چطور وازمکه. خیلی زیبا، خیلی زیبا، ممنونیم از شما، خیلی متشکریم. چقدرم باز مثل قطعات دیگه که امشب ما رو حسابی مهمان کردید به صدای زیباتون. ما که سیر نمیشیم، ولی خب دیگه به انتهای وقت برنامه رسیدیم. خوشحالیم که بعد از مدت ها قرار مستدام باشه اینجا. شما رو روی هر وقت شما صندلی چلتیکه دیدیم رکاب دوستان هستیم، به خاطر تمام زحماتی که این سالها کشیدید و آثار زیبایی که خواندید و در گوش و حافظه ما مونده. بسیار ممنونیم از شما، قدرتون رو میدونیم. از خدا میخوایم که این
فرصت تکرار بشه بارها و بارها شما با صدای زیباتون همینه که باز تکرار بشه خدمتتون بشه ما رو به فیض برسونید آثار دیگری که دارید به گوش ها برسه و همچنان از صدای شنیدنی شما لذت ببریم و به رسم یاد بود ما در چلتیکه یک بوستانی داریم حتما یک سرو در این بوستان خواهیم کاشت که نام نازنین شما حک میشه روی اون پلاک میشه روی اون شناسنامه اون درخت تقدیمتون میشه میتونید از سیر رشدش مطلع بشید با عکس با تصویر حتی حضوری برگ سبزی است تحفه چلتیکه انشاءالله بپذیرید نام و یاد و آثار شما در ذهن ما خواهد ماند از خداوند براتون سلامتی میخوام برای خودتون برای خانوادتون عزت طول عمر با خوشی و برکت انشاءالله اگر کلامی دارید که خداحافظی بفرمایید من از کنم من همه این صحبت که کردین از طرف من بود من خوشحالم که شما برای مدیریت این کار خوب انجام دادیم مخلص شما الان ناراضی نبودید در کارانه اینجا من تشکر میکنم که ما رو دعوت کردن به هر حال با تمامی احوال ما باید سعی کنیم اون موسیقی و کار خودمون رو اشاعه بدیم ولی چی؟ با صلابت و بیمار نباشه اون کار ما یعنی حرکتی به جامعه هنر بده حالا به هر حال جامعه هنر هم وابسته به مردم عادی دیگه به هر حال شکوفایی ایجاد بشه انشاءالله اگر توان داشته باشیم در هر زمانی هر کاری باشه ما در خدمت دوستانی مثل شما و دوستان دیگه هستیم باعث افتخار ماست شما خیلی ممنونیم از شما اون موقع ها تونتون لباس نمی خریدیم یه لباس رو انقدر می پوشیدیم و از نسلی به نسل دیگه منتقلش می کردیم تا بالاخره به یکی از این دو سرنوشت دوچار می شد یا مستعمل می شد و تبدیل می شد به دمکنی و دستمال آشپزخونه یا قیچی می خورد و تیکه از یه چلتیکه می شد برای رومیزی و رو رخت خوابی و اینا که وقتی بهش نگاه می کردی تیکه های مختلفی از لباس های خودمون رو می دیدیم و با هر کدوم خاطره ای داشتیم درست مثل همین برنامه که تو هر بخشش تیکه هایی از گذشتمونه اینا رو به هم میدوزیم مرورشون میکنیم تیکه هایی رو که گاهی با بعضیاشون خندیدیم و با بعضیاشون گریه کردیم مهم اینه که بتونیم حال اکنونمون رو با همین خاطرات بهتر کنیم و راه درستی برای آینده بسازیم انشاءالله که موفق بشیم چرا که نه این قصه هم رسید به پایان خدا حافظ جان شما و خاطرهامان خدا حافظ یا حق